داستان اژدهای سنگی از کتاب افسانه های قدیم شهر کابل، تألیف اکادمیسیان پوهان دکتر جاوید، خوانش آرزو پوپل. در دامنه یکی از کوههای اطراف کابل، اژدهای بس قوی و خطرناک و خونخوار به سر می برد که هر روز به شهر حمله می آورد و یکی از دختران شهر را می ربود و می بلید. این مصیبت عام و عظیم آنقدر طول کشید که دیگر دختر به جز دختر زیبای شاه باقی نماند. در این میان مرد با خدا و جانبازه که در سوارکاری و پهلوانی و پرهیزکاری نظیر نداشت، کمر همت بربست و قصد کشتن اژدها کرد. مردم همه برکور شدند تا رزم آن دو را تماشا کنند. جوان دلاور شمشیر خود را گرفت و با دل انگیزی هرچی تمامتر به جانب اژدها روان شد و ضربت چند بر وی حواله کرد. اژدها که از لب و دندان او آتش می بارید دهن باز کرد تا جوان را فرو برد و نابود کند. اما جوان عیار با شمشیری که در دست داشت کام اژدها را درید و دود از دمار او برآورد. دیر نگذشت که پیکر دیواسای اژدها بر روی بدنه کوغلتید و از حال برفت. شاه و مردم از واقعه به شگفت آمد و انگشت تعجب به دندان گزیدند و به جوان قهرمان آفرین ها خواندند. پادشاه به پاس فداکاری جوان یگانه دختر خود را به عقد ازدواج او درآورد و به مناسبت این پیروزی جشن مفصل گرفت و چندین شب و چندین روز شهر را آذین بست. شاه و مردم همه شادی کردند و شکرها به جا آوردند. امروز اگر کسی به دامنه کوی شهدای صالحین نظر اندازد، پیکر اژدها را مانند سنگ سپیده که بر بدنه آن کوی سیاه خاکستر شده است با وضو می‌بیند. در قسمت پایین بدن اژدها چشمه زلال و گوارایی وجود دارد که زیارتگاه مردم است. می‌گویند که این اشک چشم امان اژدها است که هنوز از گریستن باز نیستاده است.